صبح زیبایتان بخیر، خوش آمدین و خیلی خوش هستیم باز هم با ما هستید، ما رو تنها نگذاشتین، خوشبختانم مهمان جار هستیم. بله، با آقای غلام سخی عطایی نماینده کشاورزان ولایت سرپل در خدمت شما ایزان قرار داریم و در مورد بازاریابی محصولات زراعتی دهقان ولایت سرپل صحبت می داشته باشیم. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین در برنامه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خوش و خرسند باشین. زنده و سلامت. تشکر از شما که در برنامه زیبایتان بنده را لایق دیدین و دعوت کردین. ممنونتان آقای عطایی از اینکه شما تشریف آوردین در کنار ما هستین. بیشتر صحبت در مورد بازاریابی محصولات زراعتی دهقانین ولایت سرپل می داشته باشیم و مشنیم از شما. دهقان ولایت سرپل اگر بگوییم که اگر دهقان فراموش شده ای کشور است، از سالهای متمادی دولت محترم ما از طریق رسانه ها، ملای مامان مساجد و تبلیغات گفتن که تریاک من است یک کشت و بوته غیر قانونی است. مردم عزیز ما بخصوص دهقان ما ای را به گوش گرفت و به حکم دولت سر ماند و به توجه جامعه جهانی که ایره من گفته بودن، ما خواستیم که یک کشت و زراعت را ترویج کنیم که باعث خرابی مملکت ما، نام بدی ما نشوه، که او عبارت از پیاز است. برای فعلا مهاجرین افغانی ما از کشورهای ایران و پاکستان که بودن آموخته هستند، آمدن همه پیاز یک شخصی به نام سید محمد از سیدآباد هزاره ولایت سرپل هستند که همه پیاز کشت و ترویجش همه باب ساخته ما. پیاز خوب کشتی است ولی پربار و زحمتبار و همه گپای خود داره و مصارفش هم زیاد است. امسال یعنی سال 1399 حاصلات پیاز ما به درجه خوب بسیار عالی و راضی استیم که حاصلات هنگفتی داره و یکی است که بازار نداره. واقعا که محاسبه کنیم این طور است، وقت برنامه کم است نباشه، ما با شما یک محاسبه انصافی عدالتی میکردم که یک جریب ما در حدود 1,50,000 افغانی هزینه برمیداره، از قبیل کود کیمیایی، تخم پیاز، اجاره زمین، آب، ادویه آفات و ادویه نگهدارنده به نام کود آهن میگه، ایرا که ما حساب کنیم یک جریب 1.5 لک هزینه برمیداره. باز از یک جریب ما در حدود 2000 سیر کابل یعنی 30 تن حاصلات برمیداریم. دیگه خودش هر تنش در خود ما 75,000 افغانی میشینه. پیاز ما انشالله رشدش از 100 گرام با بالا تا 1300 گرام الی 1.5 کیلو یک پیاز میه. خیلی خوب. رشدش خوب است، حاصلش خوب است، از کشتش دیگاله. تقاضای ما از دولت محترم ما امیست که ما ایره یک بدیل یا ابتکار از خود دهقان است. دولت خود ما در بدیل او که نامش گرفتم باز نمیگیرم، مواد مخدر که امیر ما خود ما انتخاب کردیم با ابتکار خود ما، دیگه خواهش ما از دولت همیست که برای همی متاع ما یا محصولات زراعتی ما که فعلا وقت پختش است، آماده تیار است، عبارت از پیاز، که یک بازاریابی ملی و بین المللی ما کنه که دهقان ما نقص نکنه. باز اگر نقص کردیم دیگه دهقان خدای نکرده نشوه که در راه قبلی حرکت کنه. بله واقعا. و میشه جناب عطایی صاحب در کناری که محصولات زراعتی پیاز را شما داشتین و فعلا هست، در کنار این کدام محصولات دیگر هم روش کار کردین؟ محصولات اراضی سرپل انشاءالله به همه بوته های زراعتی مناسب است، از قبیل باغداری، پالیز میگیم، خربوزکاری و حساب. یک خربوزه در وطن ما است، باز بخصوص در ولسوالی صیاد ما به نام گرگک یاد میشه. گرگک؟ بله، که بسیار با یک ذائقه خاص، شیرین، قوی، بسیار خوبش. انشالله اگر در آینده در فصلش مهمانتان بودم میارم برای تان. انشالله. دیگه از قبیل دانجات، حبوبات، گندم، جواری، کنجد، جو، زغر میگن یک چیز روان است. بله. دیگه رومی بایمجان است و کچالو، انشالله همه چیز میشه در آتنگ. خیلی خوب. خب شما پیشنهاد هم دارین فکر میکنم؟ پیشنهاد دارم به مقام عالی ریاست جمهوری. بله.
که برای ما نهال هنگ توضیح کنند که آب و هوا و وضع جوی ما که هست از ولایت ما آب و هوا و خاکش بهترین مناسب بهترین در بگویم که در افغانستان ما بهترین منطقه که به همه بوته هنگ مناسب است ولایت سرپل خواهد بود که نتیجه گیری هم کردیم خوب حاصل هم داره. همین این خوب باز هنگ در اصل یک اقلام صادراتی بسیار پرعوایدی هست که دهقان ما هم از این میتونه یک لقمنان داشته باشه و با مالیدهی دولت در خزانش هم چیزی میشه دیگه. دولت از همه دارم که پیشنهاد بنده اینه میسته خیلی خوب که بر ریاست جمهوری نگاشتیمش که انشالله و تعالی خدا کنه که رئیس جمهور با ما همکاری کنه. انشالله که آرزومند هستیم همکاری با شما صورت بگیره. خب وضعیت کشاورزان، وضعیت دهاقین و با چی روحیه و شوق علاقه اینا کار میکنن؟ چقدر رسیدگی صورت گرفته بیشترشون؟ دهاقین عزیز ما از لحاظ اقتصادی ضعیف هستن. در سالهای متمادی که جنگ های خانمانسوز بود اکثرشان مهاجر کشورهای خارجی بودند. الحمدلله به این تازگی یا از سال 1390 به این طرف مهاجرین اکثریتشان بگویم اقلیتشان بگویم عودت کردن در ساخت و ساز خانه و ایرانه خودشان چیزی که داشتن به او زدن. از لحاظ اقتصادی که بگویم که او را در زراعت مصرف کنه این قدر چی ندارن، توانایی ندارن. دیگه خواهش ما هم از دولت محترم ما همیسته که درباره توزیع کود کیمیایی، ساختار بند آبگردان که یک منطقه ما به نام قلعه سوخته یاد میشه که قبلا هم در زمان حکومت جناب کرزی صاحب سروی شده است ولی یک هزینه هنگفتی در بر دارد، انشاءالله که ما ای آب ذخیره کرده بتانیم و در فصول مختلف زراعت خود باز از او استفاده کنیم انشاءالله. دیگه از دولت خواهش ما همیست که اینمی را برای ما بسازه کود کیمیایی به طور سبسایدی یا به قرضه یا مفت به هر رقمی که میتد ما بتن. در این سال کرونایی زارعین ما اینقدر با شهامت بودن که مرد و زن اطفال همه در مزرعه پیازشان و دیگه مزرعهشان مشغول به کار بودن، از کرونا حراس نکردن، زحمت کشیدن که تا محصولشان به این درجه رسیدن. دیگه بازم از دولت خواهش مهمیست که آلات ماشینری بتند ما، از وزارت محترم زراعت خواهش ما همیسته که در مورد ادویه آفات که گفتم امسال اکثر جایی که خربوزه داشتیم یا که پالیزها داشتیم خودم شاهد حال هستم که یعنی بگم 30% از بین رفت. در اول که ای گل میکنه همون حشره که هم میامد در اوائل گل ایر تخم گذاری میکنه سرش، باز ایر آدم فهمیده نمیتونه. خب که کلان شد که پخته شد که وقتی میخوای که استفاده کنی که بریدیش باز وقت میبینی ما بینش سپسی هست، باز هیچ قابل استفاده نمیباشه. دیگه از دولت خیلی خواهشایی داریم دیگه اگر بشنوان اگر بتن دستم که توجه جدی داشته باشن. تا اکنون چقدر توجه وزارت زراعت داشته؟ توجه زراعت انجینیر محمد سلیم رنجبر رئیس زراعت ولایت سرپل یک ابتکاری کردن، یک خوبی را با ما مردم کردن که در سال 1399 530 باب سردخانه کوچک به حساب ای را در مردم سرپل منظوری گرفت که فعلا هم در حالت ساخت و ساز است. ساختمان این سردخانه به شکلی هست که درازی 8 متر بر 5 متر قابلیت ظرفیت 15 تن داره. دیگه ایر اگر ما در سر خرجات خود اگر تقسیم کنیم یک سرخانه میرسه. اگر ما حساب کنیم در یک قریه ما حد اوسط 30 زارع داریم یا 30 دهقان داریم، هر کدامش که 2 جری پیاز بکاره 30 تن میشه، ارجری 60 تن میشه ظرفیت، ولی ای برای ما بسنده نیست. بازم از دولت خواهش ما میست اگر ای را مزید کنه خب مصارف هنگفتی در بر میگیره، ولی در وقت فصول محصولات زراعتی ما که میرسه از دولت خواهش ما همیسته که از خارج بنادر بند کنه، واردات نکنه ولی صادرات ما را ببره. خیلی خوب. باز یک چیزی متاعی را که میمونم بازورم اگر در سردخانه بانیم بسیار برسه سر یک دهقان 10 سیر و
پنج سی رو یک رقمی میرسه. بله دیگه با او خود چیزی نمیشه. بهترش هم است که دولت قبل از قبل آمادگی بگیره به خاطر صادرات با کشورهای عربی بخصوص. من دیشب با کویت با یکی از دوستا در تماس بودم که گفتن یک 20 کیلویی توری پیاز مرغوب به 7 دینار است. 7 دینار رو به امرو از محاسبه کردم 1680 افغانی شد. 20 کیلو پیاز. ولی از ما که حال در بازار عرضه میکنیم بسیار به قیمت اینا چیز بگویم بیخمو که مصرف هدستیم امونیم اواید خدا به دست آورده نمیتونم. بله واقعا. خب مشکلات زیاد است. آرزومند هستم یک راه حل هم برش پیدا شوه و این همه مشکلات حل شوه. ممنون از شما آقای تویزی که تشریف آوردین. اگر حرفی باقی هست مشنید. ممنون از شما هم که صدای دهقان مظلوم مرا از طریق تلویزیونی زیبایتان به گوش حکام ما رساندین. ممنون از شما. زنده باشید. زنده و سلامت باشین. سپاس از حضورتون. و حالا هم یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. ما را همراه باشید.